به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید سلام میگویم. جمشید چالنگی هستم. در ساعت 9:30 دقیقه شب به وقت تهران، 1 بعد از ظهر به وقت واشنگتن با شما عزیزان خواهم بود در تفسیر خبر. در این شماره از برنامه میپردازیم به آنچه که آیت الله خامنه ای در ارتباط با مذاکرات اتمی گفته است. اظهار نومیدی او در این زمینه ریشه در کجا دارد؟ و آنچه که آقای موحدی کرمانی در درباره دوران پس از آیت الله خمینی ابراز داشته است، او نگران چیست و چرا او و دیگر روحانیونی همانند او نگران آن هستند که پس از رفتن آقای خامنه ای جمهوری اسلامی از هم بپاشد؟ و در عرصه دیگر، غارت بیت المال، خبرهای تازه‌ای که رئیس دستگاه قضایی جمهوری فقیه منتشر کرده است. آقای صادق لاریجانی خبر از حیف و میل 6500 میلیارد تومان دیگر از بانک‌های کشور میدهد. به منطقه نیز نگاهی خواهیم داشت و نیز عرصه بین المللی، آنچه را که در ارتباط با ایران و مردم ایران میگذرد مورد بررسی قرار میدهیم. در گفتگو با میهمانان جمعه شبهای تفسیر خبر، آقای علیرضا نوریزاده در لندن و آقای محسن سازگارا در واشنگتن. تا لحظاتی دیگر. و سلام به شما آقای نوریزاده در لندن. درود میفرستم به شما جناب چالنگی عزیزم، دکتر سازگارای عزیز و همه بینندگان تفسیر خبر به ویژه در خانه پدری. همینطور خوش آمد و سلام به شما آقای سازگارا در واشنگتن. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای چالنگی، آقای دکتر نوریزاده عزیز و همه بینندگان گرامی. آقای نوریزاده، آنچه که آقای خامنه‌ای درباره مذاکرات اتمی گفته، این که حتی اگر دیکته بکنن این تحریم ها رو بر نخواهند داشت، پرسش خیلی ساده اینه، پس چه در اصلا دارید مذاکره میکنید؟ شما تا این اندازه نومید و بدبین هستید و هرچه، این بخش از صحبت هاشون نظر شما و تفسیر شما رو ببینید. حرف های آقای خامنه‌ای چند جنبه داره و یادمون باشه این حرف ها نزدیک 2 هفته بعد از سخنانی ایراد میشه که پر از امیدواری بود و به نوعی بلسینگ، به قول معروف دعای خیر کردن برای آقای ظریف و معاونانش در گفتگوها و همطور تایید سیاست های آقای روحانی. حال چرا آقای خامنه این نامه‌ای که آقای اوباما داده در این فاصله اتفاق افتاده؟ به نظر میرسه تصور آقای خامنه ای مبنی بر این که به محض اینکه این قرارداد امضا بشه تحریم ها برداشته میشه، علارغم همه توضیحاتی که براشون دادن، مسلم میدونم آقای روحانی، آقای ظریف و دیگران برای آقای خامنه ای گفتن این از نظام تحریم ها بر نمی آید که یک شبه تحریم ها رو بردارن. تحریما 3 بخشه: آنچه که سازمان ملل فرض کرده، آنچه که دولت آمریکا فرض کرده، کنگره تایید کرده، و آنچه اتحادیه اروپا فرض کرده. بنابراین 3 نوع تحریم وجود داره. آنچه مربوط به شورای امنیت، میتوانند کشورهای
صاحب حق وتو توافق کنند، برن به شورای امنیت و تحریم ها رو لغو کنند در یک نشست. اما نظام تطبیق تحریم ها همونقدر که مشکل بود، زمان می برد، رفع تحریم ها نظامش مشکل تره. به همین سادگی نیست که فردا تحریم هایی که برقرار شده یک شبه بردارن. اما آنچه کار رو مشکل تر می کنه تحریم هایی که کنگره گذاشته، کنگره‌ای که در کنترل آقای اوباما نیست و آقای اوباما باید تا کجا بره که کنگره رو قانع بکنه مبنی بر این که این قراردادی که بسته شده پایان رویاها و خیالات ولی فقیه در رابطه با بمب اتمی است. این باید برای سناتورها جا بیفته، قانع بشن. و تازه وقتی قانع شدن به هیچ وجه کنگره آمریکا نمیاد یک جا تحریما رو برداره. حتی وزارت خزانه داری که زیر کنترل آقای اوباماست به این راحتی ها تحریما رو بر نمیداره. اتحادیه اروپا شاید یه مقدار آسانتر باشه به جهت اینکه اونجا یک اجماعی وجود داره که بله یه دکان پر رونقی اونجاست که فعلا دوچار عاقبت نسیه فروش شده، باید بریم چراغاش رو روشن کنیم و راش بندازیم و کیسامون رو پر کنیم. بنابراین در اروپا میتوان انتظار داشت که تحریما سریعتر لغو بشه. منتها اینو هرچی با آقای خامنه‌ای میگن به هر زبانی که بیان میکنن ایشون باز به گوشش نمیره. چرا که در جمهوری ولایت فقیه ایشون قادر با یک فرمان تمام قانون اساسی، تمام عهود و میثاق‌ها و غیره رو زیر پا بگذاره به همین راحتی. فکر میکنه دنیا هم چنین نظامی داره. نه آقا، چنین نظامی وجود نداره و در دنیا حساب کتابی در کار است. نه تحریم ها بی خودی برقرار میشه، نه بی خودی لغو میشه. برای برقراری و لغوش نظامی وجود داره و این نظام چارچوب و قوانینی داره که همینجوری نمیشه زیر پا گذاشت. این یه نکته بود. نکته دیگر این که آقای خامنه‌ای حرفی زد که به اعتقاد من حتی از آقای خامنه‌ای بعید بود، یعنی از رهبر جمهوری اسلام. ایشون یه جایی ادعا کرد که بله این ماجرای فروش نفت و مملکت تکیه روی نفت داشته باشه از یادگارهای منحوس یا یادگارهای شوم رژیم منحوس پهلوی است. یعنی رژیم پهلوی نفت میفروخت و خرج میکرد. این چیزی بود که آقای خامنه‌ای گفت. من دو سوال دارم اینجا رو مطرح میکنم. آقای نوری‌زاده به این موضوع حتما به طور مفصل صحبت رو خواهیم کرد، اما در همین زمینه اتمی یک پرسش من دارم از آقای سازگارا. آقای سازگارا، آیا آنچه که در آمریکا هست الان کنگره با سیاست آقای اوباما در مورد اینا به طور کلی اکثریتش مخالفه، جمهوری خان، از اون طرف اظهارات آقای خامنه ای نشون دهنده این نیست که با خبرهایی که از پشت پرده داره احتمالاً ایشون به این نتیجه رسیده که این مذاکرات اصلا به جایی نخواهد رسید به این شکلی که هست به خاطر خواستای دو طرف؟ حکومت ایران خواستار اینه که تمام تحریم ها یک جا برداشته بشه، این برم خوب اعتماد نیست به حکومت ایران، پنج به اضافه یک و بقیه ماجرا. آیا نشوندنده این نیست بنبستی که عملا درش گرفتار شدن با توجه به اون چه خانم مرزی افخم هم اشاره کرده بود؟ آقای اوباما اگر خاطرتون باشه شاید بیش از دو ماه قبل صراحتا گفتش که اگر قرارداد خوبی بسته بشه من کنگره رو قانع خواهم کرد. و الان خب میبینید آقای اوباما هم با کنگره سرشاخه تو این ماجرا و هم پشت سرش با لابی نیرومند یهودیا درگیره و با اسرائیل هم کلاهشون تو هم رفته. دیروز سخنگوی کاخ سفید پری روز عنوان کرد که ما اطلاعات به اسرائیلی ها دیگه نمیدیم برای اینکه گزیده منتشر میکنن یه تیکه هایش و مذاکرات رو خراب بکنن. و به نظرم ببینید آخرین مذاکرات دو جانبه ای که آقای ظریف و آقای کری داشتند امریکایی‌ها بسته پیشنهادی خوبی رو دادن به آقای ظریف، بسته ای که 7000 سنتریفوژ توش به رسمیت شناخته بودن، مدت قرارداد 10 سال و یه سری جزئیاتی که
توش توافق بود و قرار بود که ایران وقتی اینو تایید کرد از ماه مارچ برن سر تایم تیبل و جدول زمانی که تحریم ها رو چگونه بردارن. طبیعی است که انقدر احتمالاً عقل آقای خامنه‌ای میرسه که دنیا بر اساس فتوای آقای خامنه‌ای که سلاح هسته‌ای مثلا حرام است که نمیاد یک شبه تمام این تحریم ها رو بردار. همجور که دکتر نورزاد هم توضیح دادن اصلا پاره از اونها دست آقای اوباما هم نیست، ضمن این که در واقع میگن این کارو بکن، بازرسی میکنیم، راست آزمایی میکنیم، بعد این تحریم رو بر میداریم. مطمئنا یه پروسه مثلا دو سال است. آقای ظریف این بستر رو زد زیر بغلش رفت تهران، به قدری خوشحال بود که قرار بود جشن هسته‌ای اعلام بکنن. اما وقتی رفت به آقای خامنه ای کرد، آقای خامنه ای گفتش که نه، هر توافقی باید تمام تحریم ها یک جا برداشته بشه. این به قول مثالی که ما در فارسی داریم که گفت مادرمو میفروشن، گفتن مادرتو میفروشی، گفت یه قیمتی میفروشم هیچکی نخره. در واقع ایشون عملا با این شرط خواست که به هم بزنه هر مذاکره رو، میداند که انجام نمیشه. و بعد هم آقای روحانی رفت پیش آقای خامنه ای اصرار کرد، به نتیجه نرسید. آقای رفسنجانی رو هم فرستادن، ایشون هم با سیبیل آویزون برگشت و گفتش که متاسفانه ایشون دیگه به حرف ماها اصلا گوش نمی کنه و یه تعدادی تندروها دورش رو گرفتن. ببینید چرا آقای خامنه این حرف رو میزنه؟ به نظر من ماجرا برمیگرده به بحران جانشینی که زود هنگام در ایران شروع شده. همه میدونن آقای خامنه ای بیماره، همه میدونن ایشون رودش به شدت در محافل سیاسی ایران به شدت درد داره، رنجوره و ملاقاتاشو کاهش دادن و انبا اقسام خبرام هست، یه سال دیگه میمیره، دو سال دیگه میمیره و از این حرفا. و تو اون بیتی که اینها مقدار بزرگی از ثروت و قدرت رو انباشته کردن، 90 میلیارد دلار فقط تو یه سازمان دستشونه، اینا حاضر نیستن اینو دست کس دیگه بدن. سپاهی هایی هم که با بیت ارتباط دارن و حسین طائبی که اطلاعات سپاه دستشه، به همراه شخص آقای خامنه ای میخوان مجتبی رو به تخت بشونن. به همین دلیل نمیخواد آقای خامنه ای بگذاره دست حسن رو و طیفی که انتهاش با آقای رفسنجانی میرسه قراردادی امضا بشه که مبادا نیرومند بشن در بحران جانشینی پیش رو، که به نظرم تو این وقت کانتکست که بذاریم معلوم میشه که ایشون به قیمت به تخت نشوندن پسرش و حفظ قدرت اون بیت با سرنوشت 80 میلیون ایرانی داره اینطور بازی میکنه. به بحران جانشینی آقای خامنه ای هم میپردازیم و سرنوشت جمهوری اسلامی، جمهوری فقیه پس از آیت الله خامنه ای. اما پیش از اون اشاره کرده آقای نوری‌زاده با اینچه که آقای خامنه ای در مورد نفت و شاه گفت، اینکه میراث شوم پهلوی هست که روی دست ما مونده و برای ما گذاشته آقای خامنه ای به عنوان یک کارشناس اقتصادی و بقیه. پرسش این هست که خب واقعا حرف قابل تأملی است و نمیدونم از بابتی هم مضحک. بفرمایید. ببینید آقای چالنگی، من واقعا میگم بدون این که بخوایم به نظام پهلوی سلطنتی امتیاز فوق‌العاده بدیم، طرفداری کنیم یا دشمنی با انقلاب و جمهوری اسلامی، من اعتقاد دارم آدم باید با فکت و فیگور حرف بزنه و اصلا داده ها و نگاه های خودمون رو میذاریم کنار، نگاه میکنیم 57 سال رژیم پهلوی اومدن، اون نفتی که در کل سالش 500 هزار لیره بوده و بعدم سفارت انگلیس حقوق پادشاه رو میداده و داستانهایی که میدونیم، ما به نقطه‌ای میرسیم که در سال 52 شاه وقتی مسئله نفت به اون درجه میرسه و قیمت نفت میتونه بالا ببره، در برابر زکی یمانی میایسته و اون برنامه رو که دکتر آموزگار شاهدش از اجرا میکنه، یه طرحی داره، طرحی که از تولید به مصرف. برنامه شاه این بوده که 2000 پالایشگاه در جهان، 2000 پمپ بنزین در جهان، نفت ایران رو عرضه کنه.
و پالایشگاهایی هم در چهار گوشه جهان شروع کردن درست کردن. آفریقای جنوبی مدرس با مالزی قرار بود درست بکنن، در اروپا قرار بود پالایشگاهی درست بشه و همینطوری این برنامه قرار بود پیاده بشه. و اگر این برنامه پیاده شده بود، ما مثل این Q8ی که الان در امریکا و جای دیگه است نفت کویت رو عرضه میکنه، ما قادر بودیم. من از شیخ علی صباح وزیر نفت کویت 8 9 سال پیش اون بود پرسیدم یه روز، گفتم این طرح و ایران داشت، شما از کجا آوردین؟ گفت ما از ایران گرفتیم. گفت ما در طول نشستای اوپک با ایران که صحبت میکردیم، گاهی اوقات نماینده ایران دکتر آموزگار و همینطور معاونان صحبت میکردیم، میگفتم به زودی ما یه معجزه میکنیم، نفت رو تولید میکنیم، بنزین میکنیم و میفروشیم، معیارات نفتی رو به صورت یک سوپر دولوکس به بازار میاریم که دیگه که سراغ شماها. یعنی میگفت به این غرور و سرفرازی اینو صحبت میکرد. خب تعداد پالایشگاه ها پتروشیمی ما که اگر برنامه 5 ساله اجرا شده بود، جایگاه پتروشیمی ما بسیار بالاتر میرفت از دولت های دیگه منطقه. یک کشور آباد، آزاد از نظر اقتصادی، مردمانی که حد متوسط زندگیشون از همه کشورهای اطراف بهتر بود، کارگرانی که در سود کارخانه سهیم بودن، سپاه دانشی که در چهار گوشه ایران آموزش میداد. حالا درد ما این بود که ما آزادی اونقدر نداشتیم که بیایم گریبان شاه رو بگیریم و یا مجلسمون اونجور منتخب نبود. اما این رو میخوام خدمتتون عرض بکنم، تو این 36 سال جمهوری اسلامی چه کرد؟ چرا اون میراث منحوس رو شما نیومدین عوض کنین؟ چرا 100 میلیارد پول نفت رو دزدیدین؟ چرا شما نیومدین پالایشگاه درست کنین؟ در زمان آقای رفسنجانی طرح 8 پالایشگاه تصویب شد، چرا دو تاش ساخته شد؟ برای اینکه مافیا جلوش رو گرفت، چون مافیا از خرید بنزین سود میبرد، قرارداد داشت با هند و امارات و جای دیگه، پورسانتاش درصد میگرفت، نمیخواست پالایشگاه داشته باشیم. چرا پتروشیمی ما اونطور که باید پیشرفت نکرد؟ به جهت اینکه نمیخواستن در منطقه یه رقیب نیرومندی برای کشورهای حاشیه خلیج فارس درست بشه. و این بلاها بسیار. آقای خامنه‌ای وقتی میاد میگه میراث شوم، چرا شماها که مردان خدا بودید، شماهایی که میگید ملت عاشقتونن، شما چرا درست نکردید؟ تحفه آرادان رو آوردید 400-500 میلیارد پول مملکت رو نابود کنه، چرا جلوش رو نگرفتید و نخواستید با اون پولا کاری بکنید که اقتصاد غیر نفتی ما بارور بشه؟ در زمان رفسنجانی و خاتمی این صنایع کوچک در نقاط مرزی درست شد. من خودم تو آسیای میانه رفتم، هر جا میرفتم کالای ایران بود. توی حاشیه خلیج فارس هر روز یه نمایشگاه ایران برپا بود. احمدی نژاد که اومد 8 سال صنعت ملی رو نابود کرد، از بند تنبان آخوندها تا بکارت مصنوعی تا مهر و تسبیح از چین وارد شد. حالا میخوام بهتون بگم این حرفای آقای خامنه‌ای حتی از آقای خامنه‌ای بعید بود یه آدمی گز نکرده اینطور پاره کنه و نسنجیده حرفی بزنه که اسباب خنده کسی بشه که حداقل آشنایی با ارقام و با احصا و مدارک داره. خب آقای سازگار، کارشناسان نفتی مثل بسیاری از دیگه از کارشناسان در زمینهای دیگه خونه نشین شدن، یا از کشور خارج شدن یا زندانی شدن و سرنوشت‌های مختلف پیدا کردن در جای مختلف. سیاست نفتی خود جمهوری اسلامی که آقای خامنه‌ای میگه این میراث شوم گذشته و شاه هست، و کارشناس هم لابد کارشناس هم همین آقای احمد خاتمی و علم الهدا و بقیه هستن، این سیاست نفتی چطور بوده که بعد از 35 سال امروز ایران نه تنها قدرت سابق و در اوپک نداره، بلکه حتی قادر نیست نفت بنزین سالمی تولید کنه برای مصرف داخلی و بقیه مسائلی که بینندگان بهتر از همه ما میدونن. این سیاست نفتی 35-6 ساله ایران رو به کجا برد؟ به نظرم شاید بهترین
پاسخ رو به این سوال آقای زنگنه وزیر نفت در هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی داد و گفت وضع صنعت نفت ایران اسفناکه و ما میلیاردها سرمایه گذاری احتیاج داریم. دنبال این بود که بلکه 4.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به وزارت نفت اختصاص بدن برای سرمایه گذاری در بخش‌های فرسوده صنعت نفت و مشکلاتی که هست که الحمدلله مجلس اون رو هم دریغ کرد از دولت و تصویب نکرد. ببینید به نظر من سیاست نفتی شاه وقتی که درآمد نفت در سال 49-50 رفت بالا یک بخشش کاملا درست بود و اون اینکه با حد اکثر توان با حد اکثر سرعت شما نفت رو استخراج کنید و صرف سرمایه گذاری در کشور بکنید، زیر ساختای کشور رو بسازید، راه، جاده، راه آهن و مخابرات، برق و غیره، چیزایی که امکان سرمایه گذاری رو ایجاد کنه، کارخانجات و غیره. یک بخشش درست نبود و اون که شما بدید پول نفت رو به بانک مرکزی، ریال به جاش بگیرید و حقوق بالا ببرید، هزینه دولت رو افزایش بدید، که این دومی باعث می شد نقدینگی بزرگ بشه، باد بکنه و در واقع ریال سقوط بکنه. اگرچه به زور روی 7 تومن نگهش داریم، ولی در مقطع سال 56 در واقع اقتصاددان هم می گفتن که یادم همون موقع در روزنامه رستاخیز هم که از اقتصاددان ها نوشت که آقا ریال رو بعد الان دیوالیوش کنیم دوربر 14 تومنه. به هر حال اون سیاست، اون بخش درستش دست کم که بسیار هم به جا بود، بعد از انقلاب میتوانست با شدت ادامه پیدا بکنه. اون چند سال اول انقلاب که همه فکر میکردن اصلا نفت و نگه داریم برای آیندگان و فکر غلطی بود، ولی اون بخش غلطش با شدت بیشتر ادامه پیدا کرد. یعنی دولت دائما نفت رو داده به بانک مرکزی، جاش ریال گرفته و با برابری که عوض شده از 7 تومن به 150 تومن، 700 تومن در دوره خاتمی، 1000 تومن در دوره احمدی نژاد و الان 2850 تومن در دوره روحانی، باعث شده نقدینگی کشور رسیده به عدد بزرگ 640-50 هزار میلیارد تومن، یعنی یک بادکردگی بزرگ و تورم وحشتناک. آقای خامنه ای، آقای چالنگی، به نظر من تو این صحبتش یکی از افتضاح ترین صحبت هایی رو که یک کسی که 36 سال در رأس کشوره، اگه فقط ایشون این دو خط از این بولتنای محرمانه رو براش خونده بودن، خودش هم از روش نخونده بود، نباید اینطوری حرف میزد. یعنی اون انتقادش به سیاست نفت که خب همین که دکتر نوری‌زاده هم گفتن و شما الان مطرح میکنه، اولین پاسخ به ایشون اصلا صرف نظر از اینکه وارد محتوا بشین، بفرمایید حالا شما آقای خامنه‌ای غلط بوده، 36 سال مملکت دستتونه، بیش از تمام عمر سلطنت محمد رضا شاه، خب میخواستین درستش کنین، اگر حالا فکر کنیم غلط بوده. اون بخشش که ایشون میگه ما نفت و گاز رو ما بریم دنیا رو تحریم کنیم، یعنی ایشون مثل که از تو غار در اومده. وزیر نفتش میگه آقا ما با 1 میلیون بشکه که الان به دلیل تحریما میتونیم بفروشیم اصلا دیگه تو اوپک عددی نیستیم، تأثیری نداریم و نفت الان بازار دنیا 2 میلیون بشکه نفت در روز اضافه توش ریخته میشه که قیمت نفت اومده پایین. ماجرای نفت شیل اویل و لایه های رسوبی امریکا موضوع جدی است که همه کارشناسای نفتی میدونن. و موضوع دیگه هم که ایشون میگه، میگه برین مالیاتو ببریم بالا. اولین سوال این است که آقا شما 40% اقتصاد کشور که همه بخشایی که زیر نظر شخص ایشونه از هر نظارت و مالیاتی معافه، میخواین گریبان 4 تا کارمند و کارگر بدبخت رو بگیرین دوباره به گرده ملت بزنین؟ اگر راست میگه ایشون، اول همه بذارن ستاد اجرایی فرمان امام و مؤسسات زیر نظر سپاه، آستان قدس، اینا رو واگذار ملت بکنن و اینا هم کار بکنن دست ملت، مالیات هم بپردازن. خیلی از کارگرهایی که حقوق نمیگیرن که مالیاتی بدن و واقعا کارگرهایی که کارخانجاتی که به سرعت یکی بعد از دیگری، آقای چالنگی من متاسفم اینو بگم، ولی دورنمای صنعت کشور دورنمای بسیار تاریکی است برای سال 94 و آدم
خون گریه کنه جا داره، برای اینکه 85,000 واحد صنعتی ما یکی بعد از دیگری داره میخوابه و به قول شما کارگر 4 ماه 5 ماه 2 ماه 8 ماه حقوق نمیگیره و کارمندم همینطور. الان معلمین، بازنشستگان، کارگران همه دارن مطرح میکنن آقا قرار حقوق ما رو حداکثر 14% ببریم بالا، پیشا پیش نرخ تورم 25-6% به بالاست. حرفای آقای روحانی هم حرفای غلط و غیر کارشناسانه است که عددهای قلابی مثل احمدی نژاد میگه و سال آینده اقتصاددان ها میگن 100% احتمال نرخ تورم هستش. حتی آقای باهنر هم در مجلس اشاره کرده به این موضوع. من فقط یه نکته رو بگم، شاید زمانش رسیده آقای سازگارا که روحانیت حاکم در ایران خمس و زکات به مردم بدن. مردم پول دیگه مردم هستند. حالا به مزاح و طعنه شما میگید، ولی واقعا مردم صاحب خونن. این آقایون همه نوکر غلط میکنن بخوام پول مردم به خود مردم بدن. نه منظور این هستش به این شکلی که در اومده دیگه، دست پول مردم رفته زیر نگین آقای خامنه ای. مهمل شرعی شاید این باشه، یه رفرم و اصلاحاتی از این بابت بود. اما اشاره کرد آقای سازگاره به این که حتی بلوتنهای داخلی محرمانه رو نمیخونن، که من نمیدونم آقای نوریزاده شهرزاد قصه‌گوی آقای خامنه ای که آقای ولایتی باشه پس چه اطلاعاتی به ایشون میده از نظر مشاوره بین المللی. یکی اینه و یکی هم این نگرانی از بابت دوران پس از آقای خامنه ای که به شدت تنین انداز هست زیر سقف جمهوری اسلامی، و یکی از بلندگوهای تازه این نگرانی آقای موحدی کرمانی است. ببینید آقای چارنگی، در زمان گذشته میگفتن منابع اطلاعاتی پادشاه محدوده، یک منبع ساواکی که براش گزارش میاره، یک منبع وزیر درباره یا اون مجموعه است. خب گهوی هم طبیعتا شاه چون زبان خارجی میدونست هر روز 2-3 روزنامه فرانسه انگلیسی رو میخوند و احتمالا به رادیو هم گوش میداد. آقای خامنه ابعاد اطلاع گیریش خیلی وسیع تره، به جهت اینترنت، به جهت دسترسی به اینترنت، به جهت ماهواره. من شنیدم ستلایتی که ایشون داره در منزلش از بزرگترین ستلایت هاست و ایشون تمام کانال ها رو میتونه ببینه، زبان عربی هم میدونه، بنابراین کانال های عربی هم میبینه. خب پس بی اطلاع نیست، چندین دستگاه اطلاعات هم داره. من همین خاطرات آقای رفسنجانی رو میخونم، این مال سال 69، همون جا هم میبینم که آقای رفسنجانی اشاره میکنه بله رفتیم با آقای خامنه‌ای شام خوردیم با احمد آقا و مثلا احمد آقا راجع به این مسئله گلایه داشت، بعد معلوم شد گزارش درستی به آقا نرسیده. معلوم آقای خامنه‌ای علارغم دسترسی داشتن به این عده منابع ظاهرا اکتفا میکنه از یکی دو منبع، یا یکی دو منبع رو باور میکنه که یکی تائب تشکیلات اطلاعات سپاس و یکی اسخر اجازی و اون مجموعه که پیش ایشون است. واقعا آقای خامنه ای در بیراه است، واقعا آقای خامنه ای نمیدونه چه خبره. همین که دکتر سازگارا گفت راجبه که بله ما بیایم تحریم بکنیم، این یه جوکه، این اون هر اون بخش دیگر حرفشون اینم یه جوکه اسباب خنده است. چی رو ما تحریم بکنیم؟ چه نقطه ای هستیم در عرصه اقتصاد بین المللی که تحریم ما زلزله ایجاد کنه؟ مگه سال 67 که تحریم نفتی فیصل و کشورهای عربی دنیای غرب رو بلرزونه؟ یه پرانتز آقای نوریزاده، شاید اشارهشون به این نیست که این ارزهایی که خارج میشه الان عملا یکی از صادرات عمده ایران شده ارزهای نفتی، وقتی در 7 ماه 22 میلیارد دلار صادر میشه به این بانک ها. بله حالا اون ببینید اون داستان دیگری است، ولی کلا میخوام بگم ما قابلیت و قدرت تحریم نداریم. گذشت اون زمانی که کشورهای اوپک قادر بودن با یه حرکت اقتصاد جهانی رو با اون بحرانهای عظیم روبرو کنن که سالها گرفتار شدن. حالا غرضم این نیست، غرضم اینه که متاسفانه در جمهوری اسلامی ببینید چون حساب کتابی در کار نیست، چون یک قدرت مرکزی وجود نداره، حداقل اگر نظام ما
یک نظام دیکتاتوری کلاسیک بود، یه نظام رژیم دیکتاتوری نظامی به مفهوم رایجش بود، یه مرکز تصمیم گیری وجود داشت که این مرکز تصمیم گیری تصمیم می گرفت درست یا غلط و این تصمیم اجرا می شد. در کشور ما چنین اتفاقی نمی افته. وزیر خارجه و رئیس جمهوری سیاستی رو دارن اجرا می کنن که ظاهرا مورد تایید آقا هم از شورای عالی امنیت ملی تصویبش کرده. بعد شما نمیتونید بیاید آقای رسایی، حالا روزنامه شما مثلا توقیف کردن، چرا؟ چون نوشته هاشمی و ولایتی سناریوی جام زهره زمان جنگ ایران و عراق رو دارن برای آقای خامنه‌ای پیاده میکنن و دارن میبرنش طرف جام زهر. خب ببینید در مملکت اگر حساب کتابی نباشه همین میشه که 36 سال میگه مرگ بر آمریکا و هزینه‌شو داریم میدیم. امروز برای ایران تنها راه مصلحت، تنها راهی که شاید بتواند کشور رو از داغون شدن نجات بده، پذیرش یک موافقت نامه شرافتمندانه است که روی میزه. دست کشیدن از رویای خطرناک و جاهلانه و جائرانه داشتن سلاح هسته‌ای، پذیرفتن شرایط نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دست کشیدن از پروژه‌های خطرناک پرهزینه مخفی و تعامل با جهان به عنوان یک کشور متعهد و ملتزم به روابط بین‌الملل، قوانین بین‌الملل. آخه نمیشه یک کشوری شورش یمن رو یه مش پابرهنه تو خیابون آدم بکشن، دستگاه قانونی کشور رو بنزن از کار برکنار کنن، اینا براش دست بزنن، تو تظاهرات 22 بهمن عکس یک شورشی آدمکش رو ببرن بالا. نمیشه آدم بگه من با تروریسم دارم میجنگم، بعد حزب الله و جهاد رو تقویت کنه، حزب الله در سوریه به جون مردم بیفته. نمیشه گفت من مبارزه با تروریسم میکنم در عراق. اینا که شما میگید آقای نوریزاده، در دید آقای خامنه‌ای ورقهای برنده است. چرا نباید فکر کنه که دستی در یمن داره، همونطور که بارها من اشاره کردم، در لبنان، در مسئله فلسطین و در عراق داره و در سوریه داره، جاهایی که آمریکا عملا هیچ حضوری نداره. شما ببینید در خود یمن، شما قطعا در جریان هستید، من برای بینندگان میگم، اعضای سفارتخونه رو وقتی که ترک میکنن وادار میکنن که سلاحشون رو بذارن زمین، اونایی که اسلحه داشتن و با وضعیتی اخراج میکنن در اونجا. بخشی از اسناد سفارت آمریکا در یمن هم به دست حوتی ها افتاده و بقیه جا. چرا فکر نکنه خامنه‌ای که الان بازیگر اصلی از دید ایشون قدرتمند در منطقه است و حل مسائل منطقه بدون ایشون یا جمهوری اسلامی ممکن نیست، و این مرم آمریکا با سیاست هایی که آقای اوباما داره و زیر پتک منتقدین هست که هیچ حضور فعال، هیچ سیاست روشن و به قول خودشون استراتژی نداره آقای اوباما برای منطقه. چرا نه؟ خب این همه مماشات با حکومت ایران. نه شما ببینید آقای خامنه ای اگه بخواد حساب بکنه به خاطر بی ارزگی آقای اوباما، وابستگانش دارن عربده میکشن تو خیابونای صنعا و منامه و بغداد و بیروت و دمشق، این یک فکت یا یک اصلی نیست که پایدار باشه. اوباما دو سال دیگه میره و آقای خامنه ای با یک بحرانی روبرو خواهد شد. من الان بهتون میگم یمن اون خارم چه ارز کنم، اون خنجر بزرگی است که در خاصره و گلوی جمهوری اسلامی همزمان میره، و یمن جایی بود که عبدالناصر رو به زمین زد. آقای خامنه‌ای که در برابر عبدالناصر کسی نیست، اون 22 کشور عربی عاشقانه مردم فریاد میزنن آقای خامنه‌ای باید پول بده که یک رهبر درجه سه ورشکسته محمود زهار تو حماس بیاد یه تعریفی ازش بکنه، یا یه مش جنایتکار تو عراق بیان تعریف کنن. عبدالناصر رو میپرستیدن مردم و دیدیم در یمن چه سرنوشتی پیدا کرد. الانم ببینید آقای چالنگی، دیروز در عراق یه جلسه تشکیل شد به ریاست آقای حیدر عبادی، تمام سران قوم بودن، از رئیس جمهور، رئیس پارلمان، معاونان رئیس جمهوری و نخست وزیر همه بود. بحث اصلی در اینجا این بود که این نیروهای شیعه‌ای که درست کردین که بره با داعش به جنگ و جمهوری ولد فقیه
حمایتش میکنه و قهرمان تروریسم بین المللی قاسم سلیمانی هم رهبریشون رو داره، این نیروها الان شدن برابر داعش در نگاه مردم و مردم میگن ما نمیخوایم اینا بیان ما رو آزاد کنن. خب این چه نفوذیه آقای چالنگی؟ نفوذ اون زمانی بود که کامبیز آتابای وارد جلسه کنفدراسیون فوتبال آسیا شد، دید نام مجهول خلیج عربی رو دیوار، تهدید کرد اگر اینجا باشه من میام بیرون، و بلافاصله دولت کویت عوض کرد، گذاشت خلیج فارس. نفوذ زمانی بود که ایران رفت و بساط زفار رو توی سلطان نشین عمان برچید و همه منطقه براش دست زدن، نه اینکه بره در یمن یک بساط حکومت ائتلافی و توافق ملی رو بزنه نابود کنه، در لبنان مانع از ریاست جمهوری انتخاب ریاست جمهوری بشه، در عراق شیعه سنی را بنزه. این نفوذ نیست، این هیچ نفوذی نیست، این یک نفوذ جعلی و کاذبه که به بادی میاد و به بودی هم میره. آقای سازگارو، اما بحران جانشینی، ببینید خیلی از این قیاس کردن که زمان در گذشت آیت الله خمینی نیروهای قدرتمندی در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی بود، همین آقای رفسنجانی و همین آقای خامنه ای، سپاه پاسداران، احمد خمینی، پتانسیل انقلاب هنوز پشت سر حکومت بود، اما الان کسی قدرتمند آنچنان نیست که 51% از سهام قدرت رو در جمهوری اسلامی داشته باشه، به ویژه پس از درگذشت آیت الله خامنه ای. شاید آقای موحدی کرمانی از همین نگرانه. شما عرصه رو چطور میبینید بعد از در پاسخ به آقای موحدی کرمانی؟ ببینید در هفته گذشته من فکر میکنم دو سه تا اظهار نظر شد که این نزاع زودهنگام پشت پرده رو مقداری به آفتاب افکند. یکی آقای رفسنجانی مصاحبه‌ای با روزنامه جمهوری اسلامی کرده بود که دو سه نکته رو خیلی روشن ایشون مطرح کرد. یکی اینکه وقتی شخصی نیست مناسب، ما باید شورای رهبری درست بکنیم. در واقع تز امثال آقای رفسنجانی این است که شورای رهبری درست بشه، شورایی که عده‌ای فکر میکنن آقای روحانی، آقای رفسنجانی، آقای ناطق نوری و احیانا حسن خمینی و مجتبی خامنه‌ای، این پنجتا مثلا بشن شورای قائم مقام رهبری الان و بعد از فوت رهبری هم همینا بشن شورای رهبری، یا مدل های دیگه هم ارائه میشه. نکته دوم تو مصاحبه آقای رفسنجانی این بود که ایشون گفتش که مجلس خبرگان نتونسته به وظیفش عمل بکنه. گفت که ایشون مجلس خبرگان، ما 10 سازمان زیر نظر رهبری رو لیست کردیم و قرار شد بیان به کمیسیون ویژه که در مجلس خبرگان تشکیل شده گزارش بدن، ما ازشون سوال کنیم به وظیفه نظارت بر رهبری رو اینجوری انجام بدیم. و ایشون صراحتا در این مصاحبه عنوان کرد که یک دونهشون نیومدن. حتی گفت با رئیس سازمان صدا و سیما فلان روز قرار گذاشت کمیسیون ساعت فلان مثلا بیاد و ایشون نیومد رسما. خب معلومه پشتش به بیت قرصه و شخص آقای خامنه ای که گفته نرو. و عملا ایشون گفت آقا مجلس خبرگان هیچ نظارتی نتوانسته به رهبری بکنه. سوم هم ایشون توی مصاحبهش گفتش که قانون اساسی رو میشه عوض کرد و جست و گریخته از ایشون شنیده شده که میگه اساسا ولایت فقیه اشتباه کردیم ما و کار نکرد و این سیستم ناکارآمد از آب در اومده، بنابراین میشه قانون اساسی رو عوض کرد. حالا یعنی در پاسخ به آقای رفسنجانی و جناحی که ایشون سعی میکنه به این مسیر ببره، آقای شیخ محمد یزدی اول دفعه اومد گفتش که اگر یک فقیه واجد شرایط باشه اصلا شورا رو باید گذاشت کنار و در واقع جاده رو برای آقا مجتبی داره صاف میکنه که مدتی رفته در قم درس خارج فقه هم میده به هوای اینکه بگن حالا آیت الله عظما شد. آقای موحدی کرمانی که ظاهرا ایشون یعنی اندازه لغات هم بلد نیست، چون گفت اعضای خبرگان در مقابل رهبری هیچ غلطی نمیتونن بکنن و دیگه از این بامزه تر نمیشه حرف زد. جوکش هم
در اومده جوان ها تست چهار جوابی درست کرده بودن که آمریکا غلط نمی کنه، اسرائیل یا عوامل فتنه یا اعضای مجلس خبرگان. اینا دارن این اعضای خبرگان که اشاره کردی منظورتون یعنی دارن جواب آقای رفسنجانی رو میدن، البته امثال مبیدی کرمانی، ولی در واقع میخوان بگن آقا اعضای مجلس خبرگان درست هم میگه آقای مبیدی کرمانی، این مجلس خفتگان که بی خاصیت ترین مجلس تاریخ بشر به نظر من هست و اون این است که یه وظیفه داره، اون است که به یه رهبری که گذاشتن نظارت کنن، کاراشو اگرم خوب نبود یه روزی مثلا عزلش کنن یکی دیگر رو بذارن، این یه وظیفه رو هم انجام نمیدن. آقای رفسنجانی میگه اصلا تحویل نمیگیرن ما رو و چهار تا مدیر آقای خامنه ای اصلا نمیان جواب بدن، برای که زوری دستشون نیست، زور تو اون بیته، زور تو اسلحه هست، زور تو پوله، زور تو بانده. زور دسته که خواهد بود در صورت رفتن ایشون؟ آقای خامنه ای خودش شخصا، من از یکی از دوستانی که بسیار نزدیک بود تحقیق کردم، آقای خامنه ای خودش شخصا میخواد که زور رو بده دست آقا مجتبی خامنه ای. اینا از بیت آقای خمینی درس گرفتن که بعد از مرگ ایشون وا رفت از هم. اگرچه احمد آقا تو اون دو سال آخر منتظری رو کنار زد، کشتار 67 رو به دست به امضای پدرش انجام داد، جاده رو داشت صاف میکرد بلکه خودش بگیره بعد از فوت آقای خمینی، ولی نتونست و اون بیت عملا از بین رفت. الان این بیت هم لباس شخصی ها دستشه، هم بسیج دستشه، هم اطلاعات سپاه دستشه، هم میلیارد ها میلیارد ثروت دستشه، هم عرض شود که باندهای مافیایی بهش وصلن. اینا به هیچ وجه این بیت رو نمیخوان قدرت شد دست کس دیگه بدن. خود آقای خامنه ای میخواد بده دست مجتبی بعد از مرگش. این بازجا در واقع یه مقدارش هم اونجاست و میگم زود هنگام کشمکش شروع شده و یه بخشایی از سپاه هم از جمله اطلاعات سپاه ترجیح میدن که یه مجتبی مانندی رو بیارن سر کار که بتونن هر کاری که میکردن ادامه بدن. و واقعا آقای چالنگی به اینجاها که میرسه، من شخصا خودم میگم سخت آدم نگران میشه، نگران جان زندانیان سیاسی، جان کسانی که در حسرن، جان بسیاری از فعالین، برای اینکه سپاه و آدمکش هایی که الان تو اطلاعات هستن ماجراجویی هایی دارن میکنن، در منطقه هم دارن بحران آفرینی میکنن، پایگاه موشکی در خونه تره گذاشتن، بمب کثیف به حسن نصر الله دادن. اینا از اون کارهایی است که میخوان بحران رو بالا نگه دارن که دست بالا رو داشته باشن در مسئله جانشینی بتونن اعمال قدرت بکنن. به هر حال این بحران جانشینی یکی از چند بحران جدی است که در سال 94 به نظر من باز هم در کشور چهره نشون خواهد داد. آقای نوزاد، در مورد بحران جانشینی تجربه از بیت آقای خمینی، آیا این تجربه رو هم نیاموختن که چه بر سر احمد خمینی آمد و بقیه؟ صحنه پس از درگذشت آقای خامنه ای در فقدان تمرکز قدرت یک، و فاصله بین قدرت، حکومت و مردم که به هر حال روند امور عموما اونجور نخواهد بود که بی اثر باشه روی مردم و به هر حال به همین شکل بشه ادامه داد. ببینید آقای چالنگی، به هیچ قیمتی با هیچ سپاه و امنیتی آقای خامنه ای قادر نیست مجتبای خامنه ای رو در کرسی ولایت بنشانه. It's impossible، غیر ممکنه، یعنی خود مجموعه نظام علیه این ماجرا برخواهد خواست. آقای خامنه ای آدم هوشمندیه، میدون منطقه تری که ریختن به اعتقاد من خطرناکتره. تری که ریختن این است که سید محمود هاشمی عراقی که لقب شاهرودی بیدلیل بر خود گذاشته، حالا جلد شاهرودی بوده ولی این عراقیه، خاطرات رفسنجانی سال 79، بله، سال 69 برای تفکیک هم که شده یکی از این لاریجانی رو گذاشتن آمولی لاریجانی، بله بله، ایشون آقای سید محمود الهاشمی که شناسنامه جعلی براش درست کردن در کنسولگری کربلا و حواسشون نبود در تاریخی که ایشون به دنیا اومده سرکنسول مرحوم بهنام نبوده، فقط اونجا یه بهنام دیدن مرز زدن زیرش که من این شناسنامه جعلی رو
توی سایتم و توی روزنامه کیهان چاپ کردم، همه دیدن. غرض هم اینه سید محمود الهاشمی که آقای رفسنجانی در سال 69 به عنوان رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی را میپذیره و ایشون از رفسنجانی عرض میخواد و اینکه بره با امریکا یا همکاری کنه، چون اگه صدام رفت ما تو صحنه باشیم، و آقای رفسنجانی میگه شب رفتم با آقای خامنه‌ای گفتم موافقت کردن که سید محمود الهاشمی به اتفاق سید محمد باقر حکیم برن با امریکایی‌ها صحبت کنن که در آینده عراق صاحب شغل بشن. خب آقای خامنه‌ای میخواد این مردک رو بیاره بنشونه بر کرسی ریاست خبرگان و بعد به مرور برنامه ریختن که ایشون بشه کفیل ولایت، کفیل ولایت فقیه، یا اگرم نشه قائم مقام بالقوه باشه، که بعد از رحلت آقای خامنه‌ای مثلا فکر کردن اون نظام سعودی یه ولیعهد دارن، یه ولیعهد ولیعهد، حالا اینا هم بیان همین کارو بکنن، آقای سید محمود الهاشمی العراقی بشه ولیعهد و آقای سید مشتاق بشه ولیعهد ولیعهد، که 20 سال 15 سال بله 15 سال زیر دست سید محمود الهاشمی العراقی یاد بگیره وطن فروشی و این کارهایی که سید محمود استاد توش، دزدی و مافیا و غیره، یاد بگیره و بعد او بیاد بشه رهبر. و بنده اینجا به شما با قاطعیت میگویم این سناریو به جای نخواهد رسید. بسیاری از بچهای شرافتمند سپاه قسم خوردن اجازه نمیدیم یه عراقی رهبر ما بشه، سوگند یاد کردن. حالا بسیاری از بچهای ارتش محمود فقط به این خاطر که یه عراقی نشه، حالا این آقای هاشمی به قول شما وطن فروش، دو وطن رو هم میفروشه، هم عراق هم ایران. هم آقای من یه چیزی براتون بگم، شما اشاره میکنین مسئلهشون فقط اینه که نه در جنگ ایران و عراق مثلا آقای خامنه‌ای ایرانی است دیگه. نه ببینید در جنگ ایران و عراق اسنادی همین بقایای نظام عراق آوردن منتشر کردن بعد از سرنگونی صدام که نشون میداد دستگاه آقای هاشمی برای عراقی ها اطلاعات میفرستادن، افرادش تو جبهه برای عراقی ها اطلاعات میفرستادن. عیاد سعید ثابت که اخیرا درگذشت اومد کتابی نوشت و نشون داد که اینا مامورای صدام بودن در لباس عمامه و غیره. برای همینم هم تو جنگ ایران عراق هر عملیاتی ما داشتیم بعد از فتح خرمشهر عراقی ها سه روز جلوتر میدونستن. میخوام بهتون بگم آقای سید محمود هاشمی عراقی یک خطره و مردم ایران اجازه نخواهند. الان بهتون میگم تو همون دستگاه نه هاشمی میذاره این کار انجام بشه، نه کسان دیگری که اونجا هستن، حسن خمینی بقیه اینا در برابر این پروژه ایستادن. و آقای خامنه‌ای اینی که شما میگید آقای نوری‌زاده هدایت میکنه آدمو به این سمت که تمام مخالفن، هم از مردم و افرادی که در سپاه هستن، هاشمی رفسنجانی و بقیه، با اینکه این آقای هاشمی نشه و این سناریو به هم بخوره. بله. سوال من بیشتر این هستش که چه سناریوهای دیگه ای میشه پیش بینی کرد؟ آن چه هست که هیچ کسی 51% قدرت نداره، حالا چه این بابا باشه که 8 سال چند سال رئیس دستگاه قضایی بود و هیچ کدوم از این کسان هم چندان اعتراض نکردن، اما چه اتفاق خواهد افتاد؟ یعنی چه پیش بینی هایی برای ایران میشه کرد؟ راه دیگه که هست آقای چالنگی، راهی که هست ولی فقیه تبدیل به ملکه الیزابت بشه، یعنی ولی فقیه بشه رئیس جمهور هند، ولی فقیه بشه رئیس جمهور اسرائیل، تو این مایه یک آدم نمادین، برای که میگن حالا حضورش لازمه برای وحدت ملی و غیره، یه آدم نمادین بیان درست بکنن که خیلی ها میگن باید ودیعه رو به بیت خمینی بازگردان و حسن آقا رو آورد و این کار او رو جوانم از خوشفکر فلان. خب کسایی که اینو میگن، خب در برابر اون که آقا مشتبه چشه حرفی ندارن. اینه که رفسنجانی مسئله شورا رو مطرح کرد، مسئله شورا معقول تره از نظر کلی، اما من بر این باورم که عمر ولایت فقیه با عمر آقای خامنه‌ای به پایان خواهد رسید. کشور ایران در قرن 21 برای یک پارچگی ایران و اینا که این که کرفه، مگر ایران پیش از ولی فقیه یک پارچه نبود؟ و اتفاقا ولی فقیه که ضد اهل سنت که اجازه نمیده در پایتخت کشورشون اهل سنت مسجدی داشته باشن یا پیروان ادیان دیگه، خب چه بر سرشون اومده، و حتی خود شیعیان روحانیون شیعه غیر دولتی کاملا با شما موافقم. و بله کاملا این
واقعا چجور میشه ولایت فقیه رو به این استدلال اوناست، استدلالی که اونا میکنن میشه. بله ولی من یک گوشه ای از حرف آقای خمینی بارها پخش کردیم، اما این بار برای من یک استنباط تازه است. در حرف آقای خمینی وعده ای که داده بود نه تنها دنیای شما بلکه آخرت شما. اگر اینکه زندگی ما بی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. خب ببینید آقای سازگاره، این بخش از حرف آقای خمینی بسیار شنیدیم و بسیار شنیدن. اول ظاهرا برای من این سوء تفاهم بود، فکر میکنم سوء تفاهم برای مردم به وجود اومد که مخاطب این حرف مردم و فقرا و مستضعفین و به قول آقای خمینی کوخ نشینان و اینا هرچی که هست بوده. اما الان میبینیم نه، شاید مخاطب ایشون همینایی هستن، اصحاب میلیارد دلاری. رئیس دستگاه قضاییه میاد گزارش میده 6500 میلیارد دیگه باز بردن، و ارقامی که میبینید در 7 ماه 22 میلیارد دلار رفته و و شاید مخاطبش اینها بودن و واقعا زندگی مادی اینهایی که معنویاتشون که حتما تامین شده از مادیشون که بسیار تامین شده. بحل. این همه ابعاد و بیخبری ولی فقیه و بقیه که مسئولن چی؟ و این نه اونا مسئول نگهبانی از بیت المال هستن مثل امام اول شیعیان که بارها تبلیغ کردن خودشون. بفهم اونا ظاهران های چالنگی برای روی منبر بود و به قولی دوستی داشتیم میگفتن سالها پیش میگفت این آقایون روحانیون خوب زندگی حضرت علی رو نگاه میکنن تا هر کاری اون کرده نکنن و در واقع رو دست معاویه نگاه کنن برای حکومت کردن، چون بالاخره علی رو طی سه بحران بزرگ در خلافتش و بعد هم مسائلی که پیش اومد آخرم ترورش کردن و حکومتش ناکام بود. حضرات از قضا با النصر به رعب که در واقع جمله معروف معاویه هست، سیاست روز خود آقای خامنه‌ای و اعوان انصارشونه، یا دست درازی به بیت المال. ببینید یکی دیگه از فجایعی که احتمال بروزش در سال 94 زیاد هست و اقتصاددانا من دیدم چند نفر تا حالا صحبت کردم به شدت نگران این بود هم هستن، کلاپس و فروپاشی نظام بانکی کشوره. مثل قارچ بانک سبز شده، پول مردم رو گرفتن و بیش از 80 هزار میلیارد تومان که شاید بزرگترین دزدی تاریخ باشه از تو این بانک‌ها یک عده معدود که لیست 127 نفره میگن، ماکسیموم یک لیست 400 نفره این پولا رو گرفتن، خوردن، از کشور احتمالاً بیرون بردن و در واقع پول مردم از تو بانک‌ها دزدیدن. اون وقت همین بانک‌ها رو بیخردانه وارد بسیاری سرمایه‌گذاری‌های خنثی‌دار کشور کردن، اومدن گفتن اینجا پول بده اونجا پول بده، در نتیجه یک عالمه سرمایه گذاری بی سرانجام هم بخش دومی بوده که پول مردم حیف و میل شده، و بخش سوم هم در بازار بورس شرکت های سرمایه گذاری بانک ها خریدار و سهامدارای اصلی مبادلات بورس تهران بودن که الان وضع اسفناکی داره، کارخانجات داره میشینه زمین، زیانده شدن، در نتیجه اونجا هم بخش دیگری از سرمایه بانک که پول مردم از بین رفته. لذا اگر مردم همه با هم به بانک رجوع کنن، تنها 30% مردم رجوع کنن، بانک پول ندارن بدن، پول مردم رو خوردن. خود بانک مرکزی ابلاغ کرده بود 2 بانک رو، یکیشون بالای 150 میلیون تومن، یکیشون فقط بالای 10 میلیون تومن چک بانکیشون گفته بود دیگه اعتبار نداره، نباید صادر کنن. یعنی از یه کاسب سرگذر اعتبار این بانک ها پایین تره، ولی متاسفانه تابلوهاشون بالا. ببینید این اون اقلیتی که شما میگید، حالا به طنز میگید آقای خمینی احتمالا منظورش اونا بوده و این وعده رو به اونها وفا کرده، اون اقلیتی که شاید 0.5% هم نباشه یک کشور رو چپاول کرده و سرش تو خود بیته، تو خود دست آقای خامنه ای. به نظر من روی سناریوهایی که شما میگفتید، حالا میخواد حسن بیاد، حسین بیاد، اکبر بیاد، تقی بیاد، هیچ کدوم اینها به نظر من چاره درد کشور نخواهد شد. نظام ولایت فقیه،
نظام غیر انتخابی و متمرکزی قدرت که در دستان یک نفر هست، این نظام ناکارآمد، کار نمیکنه. دزد، قاتل، آدمکش، شکنجهگر فقط تولید میکنه و تنها گزینه ای که میتواند کشور رو به سلامت نجات بده مردم ایران. مردم میتونن. سپاسگزار هستیم آقای محسن سازگارا در واشنگتن و با سپاس از شما آقای نوریزاده در لندن. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با ما در تماس باشید با نشانی که روی صفحه تلویزیون میبینید. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوساران، دنا، الونکو، تفتان و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.